سلام دوستان وقتتون به خیر باشه من امیدوارم امروز برسیم کامنت بکنیم چون موضوعی که میخوام بهتون ارائه بدم خیلی مهمه و از طرفی تلاش میکنم که زود جمعش بکنیم زود جمعش بکنیم خیلی وقتتون رو نگیره دوستان من میخوام اول درباره یه عکس با شما صحبت بکنم ولی اجازه قبلش یه نکته خدمت شما بگم و اون نکته اینه که شما اگر در آمریکا و رژیم صهیونیستی میخواید با ایران مقابله کنید یک مسئولی بشید که بتونید با ایران مقابله کنید یک پیشنیاز داره و اون پیشنیاز اینه که شما کلاس خمینی شناسی گذرانده باشید چی گفتی اصلا یه حرف عجیبی داریم میزنی مثلا ما رو مسخره کردی یا مثلا ما رو گیر آوردی یا حرف زنی مرد سوی چرا چیزای عجیب میگه اصلا کجای چهل سال پیش بوده تموم شده رفته طرف الان میخواد با ایران مقابله کنه بره خمینی شناسی حرف عجیب بله باید کلاس خومین شناسی گذرونده باشی و اگر نگذرونده باشی چه شخصی چه اون سازمانی که داری برش کار میکنی برای تو نگذرونده باشه نگذاشته باشه اون کسی که به صلاح خودمون نامؤثر در مقابل ایران خواهد بود خود توی من مثال براتون بزنم بریم جلوتر براتون مثال بزنم یه نخست در رژیم سهیونیستی الان که خیلی هم داره علیه هم و دست و پا میزنه با پهبادامون میخواد مقابله بکنه داره به این فکر میکنه که بره روز سامانه لیزری به قدرتی برسه که با هزینه کم با پهبادای ما مقابله بکنه با یاران ما مقابله بکنه موشک ها را کتاب و امثالین ها رو بتونه بزنه در حوزه پدافندی کامل نقشه راهی که تعریف کرده تقابل و مقاومته رفتارش در منطقه هم تقابل و مقاومته راه هم افتاده در کشورهای عربی باز با هدف تقابل با مقاومتی که محوریتش ایرانه نفتالی بنت رو دارم میگم دیگه و قبلا شکاره بوده قبلا توی کابینه های قبلی رژیم سهیونسی مسئولیت داشته پله پله تلاش کرده اومده توی اون سیستم بوده ایفا نقشایی داشته بخشش در مقابل ایران بوده به اینجا عمله که میتونن از ظرفیتش استفاده بکنه فکر میکنم سال 98 بود یک عکس از نفتالی بنت در رسانه منتشر شد گفتن که یعنی با این تیتر منتشر شد که تصویری خاص از نخست وزیر نخست که البته وزیر جنگ رژیم صهیونیستی فکر کنم وزیر جنگ بود موقع بعد اکثر نگاه کردی میدی که یه پایگاه نظامیه اگر اشتباه نکنم یه پایگاه هوایی بوده و فکر میکنم پایگاه محل نگهداری اف 16 های رژیم صهیونیستی این داشته اونجا حرکت میکرده اون کسی که خبر نگاه بوده یه عکس از این میگیره کسی که اونجا بوده یه دونه عکس از این میگیره و تو عکس همه چیز معمولی به نظر میرسه شما یه سری آدم رو میبینید دارن حرکت میکنن و خیلی نکته خاصی عکس نداره تجهیزات خاصی که ندارن ظاهره خاصی هم که ندارن یه کتاب دست یکیشونه یه کتاب دست یکیشونه اونی که کتاب دستشه نفتالی بنته و رو کتاب وقتی زوم میکنی اونی که عکس آیت الله خمینیه این یعنی کتابی رو داره میخونه که اون کتاب به خمینی ربط داره اسم کتاب این هست اسلام و انقلاب کتابی که نوشته شده در خصوص آیت الله خمینی و اعلامیه های آیت الله خمینی و فکر میکنم نوشته حامد الگار هست امیدوارم اسمش رو درست خونده باشم این فرد در سالهای گذشته یعنی در قبل از انقلاب به ایران میاد فعالیت رو شروع کنه میگه که من اسلام شناسم اصلا به صلاح خودمون نکته خاصی نداره خوشم اومده میخوام ببینم اسلامه چیه اومده اینجا بررسیتون کنم همین بعد زمانی هم که به کشور خودش میره مثلا اونجا میگن که چه برای من آورده ای الگار بعد این برمیگرم این که من یه دونه پایان براتون آوردم تو این پایاننامه توضیح میدم بهتون که نقش علمای مذهبی ایران و به خصوص علمای شیعه در اتفاقاتی که در قرن 19 به بعد رخ داده در منطقه خاورمیانه و در ایران نقش اینا چی بوده حال چند تا سوال یکی این که تو اسلام شناسی میخوای بری مثلا اسلام و شناختی فامیلی اسلام خوبه حالا میخوای اونجا ترویجش بکنی یا نه اومدی اینجا باگ های ما و اصلا اطلاعات ما رو در آوردی رفتی اون رو برامون ترجمه می‌کنی کدومشی این از من واقعا نمیدونم به این آدم چه نگاهی باید داشت فردی که میگه آقا من به اصطلاح خودمون یه خواب دیدم این خوابه بهم کمک کرده که بهم دستور داده که بعد شیعه بشم بعد از اونجا بعد خیلی ها رو شیعه کرده با اسرائیل به شدت مخالفه علیه اسرائیل به شدت جنگیده در حوزه رسانه و در حوزه نگارشی از فلسطین به شدت دفاع میکنه از ایران به شدت دفاع میکنه ولی خب یه جاهایی یه در گذاشتش دیده میشه که این سوال برانگیزه من نمیدونم چه نگاهی باید به این آدم داشت واقعا یعنی اون کاراکتر است که اومده هویت ما رو اینجا برو ترجمه کرده و اونا ارائه داده که باک های ما در بیاد که مثلا نفتالی بنتشون اگر میخواد ما رو بشناسه نخوسازی قراره بشه این کتاب رو بخونه بفهم ما چی هستیم یا که نه واقعا یه آدمی که اومده اینجا اسلام و شناخته برو ترویج کرده کاری نداریم ما این بس من کلیت این آدم رو خواستم برای شما ارائه بدم یه کتاب نوشته این کتاب چهار تا بخش اصلی داره اون کتابی که هست نفتالی بنت میبینید همینه که رفته اونجا توضیح داده گفته اصلا خمینی کیه چیکار کرده چجوری چی رفتار کرده و اصلا چی شده که این انقلاب اتفاق افتاده من یه نکته داخل پنتز میگم قبل از اینکه کتاب رو هم بررسی کنیم در کتاب چیا درباره ما گفته شده و اصلا موضوع مورد بحث کتاب چی بوده و اون نکته که میخوام خدمت شما عرض بکنم این هست دوستان عزیز اگر کسی هست که مذهبش رو دوست داره اگر کسی هست که انقلابش رو دوست داره و اگر کسی هست که نه مذهبی نه انقلابیه نه مسئله دینی رو میفهمه ولی ایران رو دوست داره اگر همچین کارکتری داره برنامه من رو دنبال میکنه و میخواد به وطنش خدمت بکنه حتما 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 یک مروری روی آن چیزهایی که آیت الله خمینی گفته است بر اساس نوشته های خود امام خمینی داشته باشه یا سه یه بچه ازباللهی الان توی این مملکت یه کاری شده باشه یا مثلا داره تلاش میکنه برای که یه کاری بشه ولی آن چیزهایی که این فرد گفته و سخنرانی های این فرد رو اگر نخونده باشه فاجعه است به مذهبم ربطی نداره به مذهب هیچ ربطی نداره عمده اون کسانی که آیت الله خمینی رو بررسی کردن میگن یه ویژگی در درون این فرد بوده حتی این فردم تو کتابش اشاری کرده میگه من نمیدونم اون ویژگی چی بوده ولی ویژگی که اون داشت باعث میشد که حتی اونهایی که اسلام را قبول ندارن و احساس میکنن میخوان به کشورشون خدمت بکنن ترجیح بدن بیان در کنار ایدئولوژی اسلامی این قرار بگیرن ببین خیلی حرف حرف عجیبی ها یا مثلا چی در وجود خمینی بوده که این به صراحت داره میگه میگه در دوره او ادهی بودن که اصلا نگاه سیاسی او و نگاه اسلامی او رو قبول نداشتن ولی ویژگی های رفتاری او طوری بود که اینها رو به این جنبندی رسون که من الان اگر میخوام به کشورم خدمت بکنم هیچ اشکالی نداره میام از ایدئولوژی اسلامی دفاع این کتاب باید خونده بشه نه فقط کتابی که این فرد در خصوص آیت الله خمینی نوشته اون چیزهایی که خمینی گفته رو از زبون خودش برید یه بار بخونید بعضی ها آقا مثلا بر اساس کدوم مکتب نوشته آقا خودش یه مکتبه خودش یه اصلا بر اساس مکتب نی خودش یه مکتبه یه مدل جدیدی که اومده حالا تو منطقه دارن ازش الگو میگیرن اون کسانی که میخوان انقلاب بکنن ازش الگو میگیرن شی رفتارش رو در دستور کار قرار میدن و حرفایی که زده حالا داره یک نقشه ای راهی تعریف میکنه برای هر کسی که میخواد اولا به استقلال کشور شکل کنه دوما میخواد یک جبهه تشکیل بده در مقابل غرب اگر مفقوشید من میخوام این کتاب رو برای شما یه خلاصه بگم که اصلا تو این کتابه کتابه توی این کتابه به چه موضوعاتی اشاره شده ببین کتاب رو به چهار تا بخش اومده تقسیم کرده و این چهار تا بخش هم سخنرانی های خودشه من شنیدم که این یه مجموعه سخنرانی داشته در مؤسسه اسلامی لندن که سخنرانی خیلی مفصلی بوده اومده اینو تبدیل کرده به این کتاب و اون چیزی که مثلا اینها وقتی میخوان ما رو بشناسن بفهمن که چگونه اصلا ایرانی ها ساختار کلیشون الان چه شکلیه و مانیفست فکری اون کسی که این انقلاب رو راه چه جوری بوده که اینا میگن باید به آرمان اون نگاه بکنیم و اونو پیش ببریم و بعد وقتی پیش شناخته بشه حالا راهکار مقابله چیه این کتاب رو میخونن اونا وقتی میخوان رو بفهمن این کتاب چهار تا بخش داره یک اشاره هست به ایران تشیع و من میخوام خلاصه براتون بگم اومده میگه که ببین از صفویه به بعد یه اتفاقی ایران میفته و اون اتفاقی بوده که صفویه کمک میکنه که یک مدل جدیدی در ایران به وجود بیاد حالا این مدل جدید جزیات خیلی طولانی داره ولی من اگر بخوام خلاصه بکنم به این اشاره میکنه میگه که هر ایرادی شما بخوای از صفویه در بیاری یک ویژگی مثبت داشت و اون ویژگی مثبت این که در که ایران داشت ول میشد ایران رو جمع کرد تونست یه چیزی رو بکنه که ایرانیا بفهمن که آقا میتونن پیرامونش متحد بشن یه کار موثر انجام بدن میگه که از اونجا مجموع کارهایی رو شیعیان و جامعه مذهبی ایران جامعه مسلمان ایران میاد انجام میده که ما دیگه محصلش رو در رفتار آیت الله خمینی میبینیم حالا مثال هایی میزنه میگه این اصلا کارهایی که علمای شیعه انجام دادن عمدتا بیشتر تمرکز کرد رو شیعه اگر دوستی است که اهل سنت داره محتوای من رو میبینه عمده تمرکزش رو شیعه بوده بعد گفته که اومدن اقداماتی انجام دادن حالا به اون شبکه مالی که ساختن اقداماتی که داخلی داخل کش کشور میگه ولی وارد مسئله سیاسی نشدن بعد میگه بین اینها یه نفر پیدا شد که این آدمه اگر میخواست وارد مسئله سیاسی نشه هم شخصیتش دوری بود که میتونه حرف موثری در دوره زمانی خودش بزنه ولی این ترجیح داد که ورود بکنه آیت الله خمینی بعد در ادامه میاد یه اشاره میکنه به نوع نگاه آیت الله خمینی بخش سوم کتابش این هست اسلام به عنوان ایدئولوژی اندیشه علی شریعتی ببین اصلا کار ندارم دکتر علی شریعتی آدم خوبی بوده یا بد نکته ای که این شخص میگه اینه میگه که برداشت خودش از دکتر علی شریعتی رو میگه میگه علی شریعتی یه کاراکتری بود که این کاراکتره میومد حرفایی میزد برای اینکه اندیشه خمینی نهادی بشه حالا ممکن الان یه نفری بگه که من رفتم خوندم فلان جا فلان حرف زدن این حرف بحث میشه. من اصلا کاری ندارم که اون کاراکتر از نگاه شما مثبت یا منفی میگه که این آدم سخنرانی بوده که خروجی رفتار او این بوده که فضا به سمتی بره که اندیشه خمینی تبیین بشه من برای چی دارم این حرفو میزنم دارم این حرفو که اینجا برسم رفقا اگر ما یک نقشه راهی تعریف کنیم بعضی‌ها میگن که ما چیکار الان باید بکنیم در دنیای امروز باید چیکار بکنیم اگر من فهمیدم این میدان جنگی که تو داری تعریف کنی واقعیت داره و من این سوی میدان واسه چیکار باید بکنم همونی که این داره میگه تو باید تلاش بکنی که آن چیزی که این سوی میدان هست برای مردم تبیین بشه و اون چیزی که دشمنان دارن تلاش میکنن تبیینش بکنن البته تبیین که نمیکنن اونا دارن تلاش میکنن که مردم غالب بکنن اون چیزی که تلاش میکنن غالب بکنن به اصطلاح خودمون برای مردم عیان بشه و مش اونها در مقابل مردم باز بشه در نهایت اومده یک ارائه یه توضیح تاریخی داره در خصوص اینکه انقلاب اسلامی ایران به چه شکل بوده و چیکار کرده چه جوری به اصطلاح انقلاب اتفاق افتاده ببین یه نکته مهم داره این کتاب که من فکر کنم که از این جهت برای اون کسانی که میخوان ایران رو بشناسن دشمنان ما این کتاب از این جهت برای دشمنان ما مهمه و اونم اینه که نگاه آخر و زمانی درشه برای مثال یه جای از کتاب یه روایت از امام جعفر صادق آورده میگه که اینا یه انقلابی تو کشورشون کردن به نام مثلا انقلاب اسلامی 57 ما میشناسیم و یه امامی داشتن اینا هزار و خورده سال پیش اون امامه به خودمون زندگی میکرده اسمش جعفر صادق بوده این جعفر صادق اومده در کتابش یه چیزی گفته گفته که یک جایی هست به نام ایران در اون ایرانه یک جایی به وجود خواهد اومد به نام قوم حالا من اینا رو دارم این شکلی میگم این شکلی گفته نشد دارم سادهش میکنم بعد میگه که اونجا یه اتفاق میفته و اون اتفاق اینه که دانش در دنیای اسلام جمع میشه میره اونجا بعد اینها از اون نقطه‌ای که اسمش قوم هست دانش رو به نقاط مختلف جهان اسلام صادر میکنن این نکته از چه جهت مهمه اولا این داره اشاره میکنه میگه اون انقلاب 57 که اتفاق افتاده داره این حدیثه رو محقق میکنه آخر و زمانی این حدیث و اون داره اینو محقق میکنه بعد داره اشاره میکنه به اینکه اینجا قرار هست اندیشه ای رو به جهان اسلام صادر بکنه قومه درست قراره اندیشه صادر بکنه از چه جهت مهمه؟ از این جهت مهمه که توی آمارهای خودشون میگن تا سال 2050 اکثریت جامعه اروپا قرار مسلمان بشن حالا یه خورده دیرتر یه خورده زودتر دیگه بر اساس آمارهای خودشون خب اگر این شکلی باشه که این داره میگه یه قومی به وجود میاد اون هزار سال پیش گفته یه قومی به وجود میاد که این قومه در داخل ایران این صادر کننده یه تفکر میشه به جهان اسلام و اگر این رو در نظر بگیریم که جهان اسلام داره گسترش پیدا میکنه تا 2050 اروپا رو هم میگیره پس این ایرانه هست که اندیشش ترویج خواهد شد در دنیا پس ترسنا که من اگر میخوام نفتالی بنت نخست وزیر رژیم سایسی بشم باید این رو بخونم من اگر قرار فلان آدم بشم فلان نقطه دنیا باید این رو بخونم و بفهمم که چجوری باید باشون مقابله کنم با این ایرانی چجوری مقابله چون این قرار همه جا رو بگیره چون این قرار یک انقلابی راه این انقلاب از 57 اومده خمینی هم گفته گفته من میخوام صادرش کنم رفیق داره تو افغانستان رفیق داره توی پاکستان رفیق داره توی لبنان و سوریه و عراق و کجا و کجا اصلا نریدنش 20 سال بعد از اون به دنیا اومدن ولی فهمیدن برای آرمانی که او تعریف کرده باید جان بدن پس داره صادرش میکنه حدیث هم همینو گفته تو کتابم اومده ببین من یه نکته فقط میخوام بگم چون اگه بخوام کتابو توضیح بدم خیلی دیگه طولانی میشه و هر چند جذابه ولی نمیخوام خستتون میکنم و نکته که میخوام بگم اینه الان یه کلید واژه من گفتم باید به توجه کنیم یه کتاب دست نفتالی بنت نخوسازی رژیم سنسیار میخونه بعد تو این کتابه اومده یاد داده که این ساختار اینا چه شکلیه چجوری باید باش مقابله کرد و اون کلید واژه که داره میگه قوم هست میگه از قوم به دنیا صادر خواهند کرد تفکر خودشون رو اون تفکری که کمک میکنه ملت ها بتونن با اینها ارتباط بگیرن و ایران از طریقش ملت سازی بکنه خب چیکار بکنم موتورشو بیارم پایین پاسخ در قوم هست باید بتونید روی گردگی قم سوار بشی روی ذهن قم سوار بشی روی انسان هایی که در قم هستن سوار بشی اگر دستان آنها از دست سید علی حسینی خامنه باز شد و اگر دستان آنها از دست خمینی باز شد و اگر آنها از انقلاب فاصله گرفتن و اگر تونستی مخهای اونها رو فاسد بکنی اون وقت بازی تمومه اون وقت همه این داستانی که از جعفر صادق اومده گفته که آخر و زمانی فلان میشه بیسا میشه تا رسیده به خمینی موتور همه میره پایین میره من رو گفتم برای اون کسانی که نگاه مذهبی دارن و میگن که آقا چیکار کنیم چه کلید واژه دادم دیگه حالا دیگه خودتون برید به کلیتش فکر بکنید خیلی بخش مختلفش رو براتون کنار گذاشتم اصلا فکر نمیکردم که انقدر سریع تا این حد ویدیو رو جلو بیاریم و اینکه باید بگذریم از همش خیلی حیف هم هست ولی باید بگذریم از همش چون وقتی شما گرفته میشه من نکته دیگه ندارم تلاش کنم یک ترسیم کلی و یک توضیح کلی در خصوص ماجرا به شما ارائه بدم و اگر شما نکته دارین حتما 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 به ویدیوها اضافه بکنین و اجازه من پیام ها رو ببینم چند تا از پیام های شما رو میخوام بخونم یکی از دوستان در پیامش گفته که گفته ما اینستاگرام نداریم اگر میخوام عکس پرچم براتون بفرستیم کجا بفرستیم اینستاگرام نداریم توی تلگرام داخل محتوی هایی که میفرستم یه جایی هست میتونید کامنت بذارید اونجا برام کامنتش کنید ایده دیگه به ذهنم نمیرسه اونجا کامنتش کنید من میبینم و اینکه ازش استفاده میکنم یک دوست دیگری گفته که آها آقای آرش گفتن که من برنامه های شما رو میبینم برنامه امیدانا رو هم میبینم میخوام دانلود بکنم ولی نمیدونم راهکاری دارید رو یا نه بعد میگه میخوام دانلود کنم توی اینستاگرام استفاده کنم ببین من برنامه که ارم ارائه میدم رو بنده برنامه که ارم ارائه میدم رو رفقای من دارن زحمت میکشن همزمان با یوتیوب در جاهای دیگه هم نش میدن حالا ممکنه یه خورده تایم زودتر دیرتر بشه ولی تلگرام تقریبا همزمانه توی ایتا نش میدن که تو فضای فارسی زبان باشیم توی آپارات نش میدن که یه نفر براش مهمه که از اینترنت ایران استفاده کنه و تو فضای ایران ببینه بره آپارات نگاه بکنه توی یوتیوب هم دارم نش میدم تبلیغات یوتیوب رو فعال کردیم دیدین یوتیوب داره میگه من هزینه رو به شما میدم میتونی بگیری میتونی نگیری خب ما هم فعال کردیم مثل خیلی های دیگه که فعال کردن ولی برای مهمه که محتوای هر طور که شده از کانال های مختلف انجام به شما برسه واقعا اولویت و یوتیوب نیست و به خاطر همین توی تلگرام تا جاهای دیگه نشونیم اگر میخواید دانلودش بکنید تلگرام راحتترین راهه و سریعترین راهه صوتش هست صوتش البته ادیت شده تره ترتمیز سره دیگه توپخ توش نداره سوتی توش نداره تدوینگر زحمت کشیده هی ادیت زده بعد ویدیوش هم هست ویدیوش همینه عینا همینه برش خورده و ادیت خورده و به اصطلاح خودمون میتونید قشنگ استفاده بکنید و لطف رو کنید انتشارش بدید تلاش کردم که یک توضیح بدم برای اینکه دسترسی آسون سری راحت به محتوای ما داشته باشید من نکته دیگه ندارم جز این که پرچم حتما برام بفرستید پرچم کشورمون این چند روز یه جاهای سر کنید بذارید رو سردر خونه رو و محل کاری این ور اون ور بر و برای من بفرستید برای من بفرستید که من هم استفاده کنم اگر نکته بود برای ما تو کامنت ها ارسال بکنید وقتتون بخیر